نزدیک به یک قرن است که شیعیان در سرزمین حجاز زیر ظلم و ستم، شکنجه و شدیدترین رفتارها و جنایتها از سوی حکومت آل سعود قرار دارند. در جدیدترین خبر در این باره، منابع محلی در استان شیعه نشین در شرق عربستان از صدور حکم اعدام برای نه جوان شیعه به بهانه‌های مختلف خبر دادند. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. فعالان فضای مجازی به ویژه حساب توییتری ناشت قطیفی از صدور حکم اعدام برای نه نفر دیگر از شهروندان قطیف این کشور خبر دادند. در همین راستا پایگاه خبری تحلیلی مرآت جزیره با انتشار گزارشی ضمن تایید حکم صدور اعدام برای این نه جوانشیه شیعه به معرفی اجمالی آنان و اتهامهای وارد علیهشان پرداخت. فاضل حسن از صفانی او یکی از شهروندان علوامیه در قطیف است که بیشتر از بقیه فعالان این شهر در تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز سال 2011 فعالیت داشت. او مجرد است و 31 دسامبر 2020 به همراه سه نفر دیگر از فعالان قطیف به دست نیروهای مسلح عربستان دستگیر شد. حکومت سعودی مدعی شد که او به همراه چند تن دیگر در کشتن یک سرباز دست داشتند. این در حالی است که وی بارها این موضوع را رد کرده است پس از اتهاماتی که حکومت سعودی به آنها نسبت داده بود، الصفوانی در بیانیه این ضمن رد این اتهام ها گفت تیراندازی به شهروندان چیز تازه ای نیست، این روند از آغاز جنبش تا کنون ادامه داشته است. علیرغم ادعای حکومت سعودی در این منطقه هیچ گونه تخریب اموال عمومی و خصوصی رخ نداده و اگر رخ داده چرا نامی از آن اموال آسیب دیده نمیآورند تا مردم از آن خرابه های ادعایی آگاهی یابند محمد حسین آل امار نیروهای امنیتی عربستان هفته ژانویه 2020 آل امار را در عملیاتی مسلحانه قطیف را محاصره و وی را دستگیر کردند در این عملیات از خودروهای زرهی و ادوات جنگی استفاده کردند و شش ساعت به سمت مردم محله محل سکونت تیراندازی بی امان کردند. آل امار به همراه افراد دیگری به رو بودن عبدالله الجیرانی قاضی دایره اوقاف و مروسات قطیف از جلوی منزلش در جزیره تاروت متهم شده در حالی که او این اتهام را رد کرده است. یوسف محمد المسلاب او در 5 اکتبر 2017 دستگیر شد. وی در زندانهای مختلف به شدت شکنجه شده است. اتهاماتی که آل سعود به وی نسبت داده مشخص نیست. او بیش از پنج سال است که در حبس به سر میبرد و در طول این مدت تنها پانزده دقیقه با خانواده خود ملاقات داشته است. جواد عبدالله قریریس وی جولای 2017 جولای منزلشان در قطیف دستگیر شد. او از لحظه بازداشت تا کنون بارها شکنجه شده و تحت شکنجه اعترافاتی از او گرفته شد. اتهاماتی نظیر ارتباط با یکی از افراد تحت تعقیب، آموزش استفاده از سلاح و تیراندازی و مشارکت در آتش زدن لوله‌های نفت به قرای نسبت داده شده است. او در حضور قاضی گفت که زیر شکنجه اعتراف کرده است. رائد عبدالواحد الخیر وی 28 مارس 2017 در جریان حمله نیروهای سعودی به یکی از مزارع در شهرستان العوامیه دستگیر شد. در آن عملیات دو شهروند دیگر شیعه به نامهای محمد تاهر نمر و مقداد محمد نمر نیز به ضرب نیروهای سعودی به شهادت رسیدند. هی در ناصر آل توحیفه وی از شهروندان قطیف است که سپتامبر 2017 دستگیر شد. او 2021 به اعدام محکوم شد و اخیرا حکم اعدامش تایید شد. وی پنج سال در زندان محبوس بوده است. اتهاماتی که به وی نسبت داده شده مشخص نیست و در بین آنها فقط شرکت در اعتراضات مشخص بوده است. سعود الفرج او دسامبر 2019 دستگیر و 9 اکتبر 2022 به اعدام محکوم شد. نیروهای سعودی به خانه حمله کردند و همسر او و کودکش را نیز بازداشت کردند. اما پس از 18 روز همسرش را آزاد کردند. اتهاماتی که به وی نسبت داده شده مشخص نیست و به مشارکتش در اعتراضات مسلمت آمیز قطیف ارتباط دارد. اما درباره دو زندانی از مجموعه این نه زندانی به نامهای محمد سعید آل، عبدالآل و حسن علی المزره اطلاعات زیادی در دسترس نیست. فاطمه موسوی اخبار شیعه